ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله اصولا رابطه ما با عنوان انسان با قوه شری که بر ما مسلط است به نام شیطان، چون به موجب اشاره قرآن کریم و صریح بیان رسول الله صلی الله علیه و آله هر انسانی در زندگی از آغاز ولادت تا لحظه آخر زندگی بین دو نیرو حرکت می کند که این دو نیرو به صورت شبح به صورت مانند او در مخفی در نهان او را همراهی می کند، یکی قوه خیر به نام فرشته، یکی قوه شر به نام شیطان. قوه خیر گاهی الهام می کند انسان را به نیکوکاری و درستکاری، قوه شر با هیجان و سر و صدا انسان را به فساد دعوت می کند. شما هر الهامی را از مغز خودت برای دعوت به بیبندواری و فساد و خوشگذرانی بشنوید، اون الهام از قوه شر مسلط بر مغز و دل شماست. و هر الهامی را در خدمت به خلق، عبادت، دیانت، توجه به سرنوشت دریافت کنید، هرچند اون الهام خیلی سریع و زودگذر باشد، اون اثر فرشته ایست که موکل بر شماست. در این زمینه در کتاب معتبر، کتب معتبر احادیث چنین آمده است که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ما منکم من احد الا و ما هو ملک یامره بالخیر و شیطان یامره بالشر، او کما قال علیه الصلاه و السلام. حضرت فرمود هر کدام از شما انسان ها یک فرشته با اوست که او را به کارهای خیر الهام می کند، راهنمایی می کند، و یک شیطانی با اوست که او را به کارهای بد الهام می کند. جالب اینجاست خارج از تعبیر شیطان و فرشته در زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و در زبان قرآن به معنی اون جسم محدود دست و پادار و چشمدار و زبان و گوشدار یا پردار نیست. منظور از فرشته و شیطان نیروهای مشخصی است که کارگزار حکومت خدا هستند، کارها انجام میدهند برای خدا. خداوند جل جلاله مجموع نیروهای مادی و معنوی که گاهی به صورت باد، گاهی به صورت نور، گاهی به صورت جاذبه در جهان هستی فعالیت می کنند، مجموع این نیروها را گاهی فرشته نامیده و اگر جهتی دیگر داشتن اون را جن یا شیطان نامیده. مخلوق خدا هستند، به فرمان خدا حرکت می کنند، اما مانند ما اون جسم سنگین سایه‌دار نیستند. غالب افرادی که احتمالاً وجود فرشته و شیطان را انکار می کنند، نتیجه این است که اونها از شیطان و فرشته یک جسم انسان مانند در نظر می گیرند. حالا شاید گاهی پری هم برای درست می کنند در خیال خودشون، گاهی ممکنه دو تا شاخ هم برای درست کنند تو ذهنشون، اما به هر حال وقتی که به غلط فرشته و ابلیس را این تو تصور کردند، می بینند نیست، معقول نیست، اگر بود که ما می دیدیمش انکار می کنند دیگه نیست. حالا اگر از اول او فرشته را به غلط تفسیر نمی کرد، فرشته را نیروی خدا، کارگزار خدا، مجری فرمان خدا میدانست، این کار نمی کرد. مسئله اینی خب هست، وجود داره. اینجا که ما هستیم در همین فضای ما ممکنه هزارها فرشته انجام مأموریت بکنند، چون لزومی نداره اون فرشته جسم داشته باشد، حتما با صدا و با سرسا حرکت کنند. این خصوصیات جسم خاکیه نه خصوصیات فرشته.
وقتی حضرت چنین فرمود، رسول الله فرمود هر انسانی فرشته‌ای با اوست و شیطانی. فرشته او را به کارهای خیر هدایت می کند و شیطان او را به کارهای بد. یاران گفتند یا رسول الله حتی شما؟ چون وقتی حضرت فرمود هر انسانی شیطانی با اوست و فرشته‌ای، خود حضرت هم انسان بود دیگه، قل انما انا بشر مثلکم. گفتند حتی شما؟ حضرت فرمود حتی من، به جز این که خداوند مرا یاری کرده شیطان من تسلیم شده. یعنی شیطان دیگه امیدی ندارد که بر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله کوچکترین تسلط پیدا کند. بر این اساس تقریبا مورد اتفاق در دین، طبیعی است که موقع آمدن به نماز، موقع فکر نماز، افکار ضد نماز از طرف شیطان رفیق انسان عنوان میشه دیگه. حالا در حد تصور انسان، اگر کسی گاهی نماز نخونده باشد شیطان از اون در میاد تو بابا تا حالا نخوندی، بذار بکشم نخونده باشی. اگر کم و بیش خونده شیطان از در دیگر میاد بابا حالا تو این که دو نماز که خوندی بسه، اگر بهشتی هست که با این دو سه نماز میری، اگر بهش نیستم که همون دو تا خوندی بسه دیگه. اگر هفته یک بار میخونه، حالا یه بار میخواد نماز مغرب بخونه، شیطان از این در میاد دیگه بابا تو جمعه است که خوندی کافیه دیگه، هفته دو رکعت میخونی بس کافیه الی آخر. بنابراین کلیه الهام های منفی از همون شیطان میاد، شیطانی که با انسان موکل است. از قدم اشاره در این زمینه در قرآن آمده، در سوره قاف اونجا که خداوند میگوید روز حساب هر انسانی دو مدعی با او هستند که یکی له او یکی علیه او در دادگاه عدل گواهی میدهند. وجاءت كل نفس معه سائق و شهید. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. در سوره قاف چنین آمده است وقتی زندگی نوین آغاز شود، اون زمانی است که خداوند وعده داده هر نفسی برای دادرسی و تعیین سرنوشت احضار خواهد شد با دو مأمور، یکی از جلو یکی از عقب، سائق و شهید. در دادگاه به او گفته می شود ای انسان تو از این جریان غافل بودی، امروز ما پرده ها را برداشته حقایق را به تو نشان داده ایم. یکی از دو گماشته میگوید پروردگارا من باعث گمراهی او نشدم. خود این انسان ناقص و فاسد گمراه منان للخیر بود، تجاوزکار گناهکار بود. دومی نیز همین میگوید، میگوید پروردگارا من هرگز او را اغوا نکردم، ارشادهای من قبول نمی کرد. در اونجا پروردگار میگوید در این مورد اینجا با هم به بحث و جدال نپردازید، لا تختصموا لدي، من قبلا اختارهای لازم به وسیله پیامبران دادم و قد قدمت الیکم بالوعید. ما یبدل القول لدي، و امروز هیچ کس از من ستم نخواهد دید، هر کس پاداش کارهایش میبیند. و ما انا بظلام للعبید. سائق و شهید این دونی روی هستن که رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث فرموده که هر انسانی میان یک فرشته و یک شیطان حرکت میکند، یه نیروی خیر که او را به کارهای خیر دعوت میکنه و یه نیروی شر که او را به کارهای بد دعوت میکنه. اگر بخواهم این موضوع را خلاصه کنم چنین میشود، مؤمنان باید متوجه باشند که اگر گاهی یا غالبا یا احیانا در انجام تکالیف شرعی احساس دلسردی، احساس خستگی می کنند، طبیعی چنین است و از این هرگز نهراسند. برعکس اگر شما کاری انجام دادید که به اصطلاح کار خیر است ولی خیلی از اون کار خیر لذت می برید، با
اونجا باید با تردید یا با زیرکی بیشتری به اصل اون کار بنگرید. معمولا کارهای خیر لذت نداره، معمولا عبادتها با سختی انجام میگیرد، معمولا اینطورند. حالا اگر شما از یک عبادتی لذت میبرید، باید به نقصش توجه کنید، احتمالا ریشه کار خرابه، معمولا اینطورند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله